بعد از دستگیری بهش اطلاع دادن که تبعیدگاهش ایران شهره. در مرکز پلیس ایران شهر براش پرونده‌ای تشکیل شد و ازش تعهد گرفتن که شهر رو ترک نکنه و هر روز برای امضا به مرکز پلیس بیاد. یکه و تنها از اونجا بیرون اومد و دنبال مسجدی بود. بعد از پرسجو سید رو به مسجد آل رسول راهنمایی کردن و شنید که این تنها مسجد شیعیان شهره. اون که برای هفتمین بار بازداشت شده بود و کیلومترها از خانواده و شهرش دور بود، پناهی جز خداوند پیدا نمی‌کرد. سید حال و هواش توی اون روزهای سخت رو اینطور تعریف میکنه: وضو گرفتم و به نماز ایستادم. حالت انقطاعی به من دست داد که هنوز هم شیرینی اون در مذاقم باقیه، چون در اون ساعت از خانواده و فرزندان و دوستان منقطع شده بودم و با همه وجود رو به سوی خداوند متعال داشتم.